درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری آرش کمانگر هستم. مهمان عزیزی داریم، شهین نوایی، کنشگر با سابقه جنبش زنان و جنبش چپ ایران. میخوایم دیدگاه ایشون رو جویا بشیم در مورد خیزش انقلابی یا انقلاب نوین مردمان ایران. ما البته قبل از اینکه وارد خود جایگاه زنان در این خیزش انقلابی بشیم و ببیجیم اون شعار معروف زن زندگی آزادی، ابتدا به ساکن شهین نوایی عزیز میخواستم اصلا دیدگاه کلی خودتون، اصلا این انقلاب میدونین نمیدونین، اصلا خود این زمین لرزه سیاسی بزرگی که در این بیش از 100 روز اخیر رخ داده در ایران، وارد چهارمین ماه شدیم، دیدگاه کلی خودت قبل از اینکه به طور ویژه به مسئله جایگاه زنان و شعارهای اون بپردازیم رو میخواستم جویا بشم. البته ضمن خوش آمدگویی مجدد بشم. با سلام به بینندگان و شنوندگان این برنامه و ممنون از شما که این امکان رو فراهم کردین در این گفتگو با هم باشیم. به هر حال من قبلنم فکر کنم در مورد یک بار دیگه صحبت کردم در مورد انقلاب جاری یا خیزش جاری منتهی به انقلاب، و نظرم هم بر این هستش که به هر حال یکی از اتفاقات بسیار ویژه‌ایه که در قرن 21 افتاده و در 100 سال مبارزات ایران یک جایگاه ویژه‌ای داره، این انقلاب و این خیزش. ما تجربه، یعنی من شخصا تجربه انقلاب بهمن 1357 دارم و به هر حال جزو به نوعی در کنار فعالین اون انقلاب بودم، هرچند که در پروسه یک سال قبلش در ایران نبودم، ولی خب در جنبش دانشجویی در امریکا که بودم گام به گام مسائل دنبال میکردم. به هر حال ویژگی های خیلی خاصی رو داره. من فقط باید به این اشاره بکنم که رشد جنبش در ایران در این مرحله واقعا در این 43 سال گذشته خیلی خیلی زیاد بوده. آگاهی و وجدان انقلابی کسانی که در خیابان‌های ایران این روزها مبارزه می‌کنن خیلی پیشرفته‌تر از سال 57 سال 56 که شروع به هر حال خیزش‌های اولیه بود تا منجر به انقلاب شد، و این نشان دهنده از یک برحال سابقی هستش که این جنبش امروز با خودش داره 43 ساله. به خصوص در مورد زنان که من شاید بگم خیلی دقیق تر دنبال کردم، من همه جنبش های اجتماعی و اعتراضی ایران رو دنبال کردم. من تقریبا در سالهای بسیاری هستش که شعارهای جنبش های مختلف رو جمع آوری کردم و می نویسم هر بار اونقدر که به دست من می رسه از طریق رسانه ها و اشکال دیگه ای که به هر حال امکان پذیر بوده در گذشته، و هیچ قابل مقایسه نیست. من به نظرم این جنبش، البته خب در مواردی ما میبینیم که شعارها در گذشتم بوده که خیلی رادیکال بوده، من منظورم از رادیکال بودن، ولی در یک کلیتی وجدان اجتماعی، وجدان سیاسی، وجدان فرهنگی جامعه ایران در یک مقیاسی خیلی پیشرفته تره. جوانانی که امروز در خیابان‌ها هستن شعار میدن، مصاحبه میکنن و مسائل خودشون رو بیان میکنن، در مقایسه با نسل من خیلی پیشرفته تر هستن، و من در هر حال خیلی خوشبینم نسبت به اون اتفاقات که با تمام فشارهایی که جمهوری اسلامی در همین 43 سال تحمیل کرده، به هر حال این جنبش دارای سابقه طولانیه، این جنبش گام به گام، یعنی ناگهانی نیست که شکل گرفته. من فقط میتونم از این شروع بکنم و بگم سابقه ای که فقط با زنان ببینن که امروز پیشگام این هستن، این جنبش هستن، این زنان 43 سال مبارزه پیگیر رو با خودشون دارن، نسل به نسل، همینطور سه نسل هستش که انتقال پیدا کرده.
از مادر بزرگا به مادر و به بچه هایی که امروز البته میدونیم فقط این جوانان نیستن که در خیابان هستن، 20 ساله ها نیستن که در خیابان هستن. به نقل از یکی از زندانیان که همین اخیراً آزاد شده بود گفت که در زندانی که اون بوده از 68 ساله بوده تا 17 ساله و میگه کاملا متفاوت هستن اینها با شهامتی که دارن و ارادهی که دارن و مطمئنن که پیروز میشن. تعریف میکنه که من با همه اینا که حرف میزدن و زندانی ها که از گذشته در زندان بودن، این خانم خودش کسی بود که بارها قبلا هم دستگیر شده چون از فعالین جنبش به هر حال محیط زیست بوده و به این میگه اصلا برای ما باور کردنی نیستش که اینها اولا هیچ ترسی ندارن و این به معنای واقعی چیزیه که جهان رو متحیر کرده. این نیستش فقط من تعجب میکنم از این همه شهامت و این همه به هر حال خشمی که در این جوانان هست، در این مردم هست، در این زنها، در این مردها هست که در خیابانها الان بیشتر از نزدیک به 3 ماه و خورده‌ای که در خیابان هستن، بعضی از اونها هر روز، بعضی از اونها در روزهای متفاوت ولی به طور مرتب تداوم داشته و تا اونجایی که در فضای مجازی اتفاقاتی فیلم هایی که به دست ما میرسه در خارج از کشور و اونقدر که من توانایی خودم رو دارم که اونها رو نگاه بکنم و بررسی میکنم به هر حال تفاوت های خیلی چشمگیری وجود داره. من میخوام بیام این خشمی که امروز در این جنبش میبینیم، در این زنان میبینیم، ببینین از همون 21 روز بعد از رسیدن آقای خمینی به قدرت شروع شده. در اولین خیزش زنان علیه حجاب اجباری که اون در 8 مارس 1357 شروع شده، در میلیون ها زن در شهرهای متفاوت در اون 6 روز به خیابان ها آمدن، اعتراض کردن و اولین بار بود و آخرین بار بود که رسما با 3 نفر از افراد حکومتی آمدن و حرفشون پس گرفتن، گفتن بد فهمیده شده صحبت‌های آقای خمینی. زنا هرگز عقب ننشستن، هرگز هم تسلیم نشدن و این تسلیم نشدن و عقب ننشستنشون فقط در مورد حجاب اجباری نبوده که این حجاب اجباری مبارزه اونها هر روز بوده. ماتیک زدن تبدیل شد در ایران به یک مبارزه اجتماعی، ناخن لاک زدن تبدیل شد به یک مبارزه اجتماعی. کسانی بودن که اون موقع که ما این حرفا رو می‌زدیم می‌گفتن این خواستای لیبرالیه، چرا شما از اینا دفاع می‌کنید؟ و متاسفانه یا بگم خوشبختانه زنها تونستن واقعا اون جامعه رو به جلو بکشن، خواستای اجتماعی رو. این مبارزات پیگیر بود. در سال 60 رسیدیم با اون همه کشت و کشتاری که انجام شد، جامعه رو من یادم هست به خوبی که زمانی بود واقعا یک غباری روی تمام جامعه سنگینی میکرد و ترسی بودش که از همه جا بود، اعدام‌های وسیع بود، دستگیر، قتل عام خیابانی اولین بار نیست که انجام میشه، در اون سالها انجام شد. من میشناسم از دوستا و رفیقای خودم کسانی که اگر خارج از زندان بودن، اینا مردا بیشتر از زنها در دپرسیون خیلی شدیدی رفته بودن، اما در همین تاریخ هست که میبینیم زنها، مادرها، خواهرها هستن که پشت زندانها، درهای زندان ایستادن، اعتراض میکنن به دستگیری ها، در گورستان ها ایستادن، فریاد میزنن، معترض هستن و در تمام این سالها به اشکال مختلف ما در جاهای متفاوت میبینیم در صفهای به هر حال تقسیم سهمیه هستش که ایستادن و اعتراض میکنن و به کل سیستم بد و بیراه میگن و این مبارزه در حقیقت همینطور روز به روز ادامه داشته به اشکال مختلف خودش. متاسفانه خب زنها بسیار از دست دادن،
ولی هرگز عقب ننشستن. ببینین زنان کارگر خیلی زود از کار بیکارشون کردن بعد از اومدن این حکومت سر کار. زنان اقشار پایین جامعه، کسانی که واقعا ناناورشون یا بیکار شده بود یا دستگیر شده بود، در زندان انداخته بودن، اعتیادو که این حکومت خودش به شدت رواج داد، باعث این شده بود که مردهای اقشار پایین جامعه خیلیشون به اعتیاد رو بیارن و خانواده در گرسنگی پیش بره. زنهای اقشار پایین جامعه به هر کاری تن در دادن برای اینکه خانواده رو بگردونن، حتی به خودفروشی. و این خیلی دردناک از یک طرف، ولی از یک طرف دیگه نشان دهنده این که زنها هرگز وا ندادن و ایستادن. ببینین زنان روشنفکر رو همه رو از کار بیکار کردن، نویسنده ها، هنرمندان، خواننده ها، نوازنده ها، اینا همشون به کارهای دیگه رو آوردن. از مربا پختن در خانه گرفته و ترشی درست کردن گرفته در سالهای 1160 و فروش اونها تا به هر کار دیگه. کارمندها رو در سطح خیلی زیادی بیکار کردن یا بازخریدشون کردن. نرس ها رو به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی که من به خوبی اینو یاد دارم، در تابستان 1158 در شهر مسجد سلیمان یک باره 40 نرس رو از یک بیمارستان بیکار کردن چون ها حاضر نشدن رضایت بدن. در اتاق عمل یا در اتاق به هر حال بچه ها، نرس ها طبق قوانین بین المللی بهداشت همیشه باید روپوش بدون آستین بپوشن، یعنی آستین کوتاه بپوشن، برای خاطر اینکه جلوگیری بکنه از انتقال بیماری، ویروس و میکروب. ولی اینها رو همه رو زیر پا گذاشتن و نرس ها حاضر نشدن در اون بیمارستان، همه رو با هم دیگه در یک روز بیکارشون کردن، ولی اینها هرگز وا ندادن، ایستادن، مبارزه کردن، کارهای دیگری کردن. آمدن دانشگاه ها رو تعطیل کردن به اسم انقلاب فرهنگی. مدارس، ببینید جایی نبود که این حکومت واقعا فشار خودشو نگذاشته باشه برای تحمیل کردنش. خیلی ها در مقابلش ایستادن، نیروهای انقلابی ایستادن، یکی پس از دیگری قلع و قمع شدن، یکی پس از دیگری به زندان انداختن و اعدام کردن. خیلی اتفاقات افتاد، ولی عمدتا در یک خط مستقیم اگر بخوایم بکشیم در این 43 سال، زنها پیشروی بسیاری از مبارزات بودن. مادران خاوران در شهرهای بسیار زیادی از ایران خواهان عدالت شدن، خواهان به هر حال پیگیری شدن به خاطر دستگیری ها و قتل عامی که انجام دادن. مادران پارک لاله در شهرهای زیادی شکل گرفت و به اشکال مختلف اینها زنانی که فعال بودن. ببینیم بعد از انقلاب برای اولین بار ما داشتیم جشن 8 مارس می‌گرفتیم. در زمان حکومت شاه که 8 مارس ممنوع بود، 8 مارسی وجود نداشت، اون هم اجازه نداشتیم. و در اولین بار تشکل‌های خیلی زیادی در زنان در سرتاسر ایران شکل گرفته بود. من اینها رو همه رو نوشتم راجع بهشون و قبلا تحقیق کردم، در آوردم و میبینیم در ادارات، در وزارت خانه ها، در بین ملیت های مختلف ایرانی، همه جا زن ها به هر حال با هم دیگر جمع شدن و شروع کردن به کار کردن در مورد اینکه سطح زندگی زنان، سطح آموزش و سطح به هر حال فرهنگ زنان رو تغییر بدن. ما در رژیم گذشته مسلم است که در رژیم شاهنشاهی آزادی های فردی خیلی بیشتر از حالا داشتیم، ولی متاسفانه آزادی های فرهنگی، آزادی های اجتماعی، آزادی های اقتصادی برای همگان وجود نداشت. در اونجا هم خیلی محدود بود آزادی ها. و به همین دلیل بلافاصله بعد از انقلاب تشکل‌های مختلف زنان که شکل گرفته بود، به خاطر بسیاری از اونا به خاطر کارهای فرهنگی بود و شروع کرده بودن. اما همه اینا قلع و قمع شد، همه اینا بسته شد. این زنها خیلی هاشون تا اونجا که من دنبال کردم، به خصوص که من خودم یکی از پایه‌گذاران و افراد اعضای اتحاد ملی زنان که بزرگترین تشکل مستقل زنان بود بعد از انقلاب و تا سال اواخر سال 60
فعالیت کرد تا درست آذر ماه سال 60 فعال بود در دفتر علنی که ما داشتیم. بسیاری از همکاران ما در اتحاد ملی زنان که ما گفتیم دیگه ما رسما فعالیت خودمون بهش خاتمه میدیم، سالهای سال در محلات در جاهای مختلف کار میکنن، دور هم جمع شدن، 8 مارس رو جشن گرفتن، برنامه های دیگر جشن گرفتن، برنامه های محدود تری رو به اشکال دیگری ادامه دادن. این فقط یک موردی که من اطلاع کمی دارم، در جاهای دیگر هم همین کار رو کردن، در شهرستان های دیگر هم همین کار رو کردن. بنابراین این استمرار این مبارزه رو من فقط میخوام روش تاکید بگذارم که به کجا کشید و تمام مدت واقعا اینها خواهان حقوق بیشتر و سهیم شدن در همه فعالیت های اجتماعی بودن. زنها را از بسیاری از حوزه های اجتماعی رژیم سعی کرد که بیرون بکنه، ولی اونها به حوزه های خصوصی پناه بردن. زنها شروع کردن به رانندگی تاکسی، شروع کردن به کارهایی که در گذشته ممنوع کرده بودن، یعنی به یه نوعی از طرف جامعه مردانه شمرده میشد، در همه اونها گام گذاشتن، راننده کامیون شدن، راننده اتوبوس شدن، در جاهای مختلف اشکال مختلف حوزه های متفاوت ناشر شدن، کتاب فروش شدن، کارهایی کردن که به هر حال متفاوت از گذشته بود، برای اینکه بخوان هم در جامعه فعال باشن و هم بتونن به لحاظ اقتصادی مستقل باقی بمونن و این مسئله خیلی اهمیت داشت. این رشد اجتماعی که امروز میبینیم ناشی از اون هستش که این 43 سال در حقیقت این مبارزات ادامه داشته. میرسه به این که در سال در جنبش دانشجویی ما بارها میبینیم زنها پیشگام هستن. این در جنبش سبز میبینیم بسیار از فیلم هایی که دیده شده زنها هستن که در مقابل نیروهای انتظامی میستن و صد میکنن در پیشا پیش دیگران. این عزیز همونطورش که میدونید از 25 شهریور که مهسا جینا امینی عزیز خبر اومد که در بیمارستان کسرا بعد از ضرباتی که توسط مامورین گشتاپوی ارشاد خود جان خودش از دست داده، در فرداش که مراسم خاکسپاریش در شهر سقز، ما یک شعار کلیدی رو از اونجا که به اصطلاح بعد تبدیل شد به شعار سراسر، اول اینکه خانوادهش خودش روی قبرش نوشت جینا نام تو رمز خواهد شد، که چنین شد. هیچ کس پیشبینی نمی کرد، هیچ نیروی سیاسی، هیچ تحلیلگری چه راست چه چپ پیشبینی نمی کرد که مثلا مرگ قتل جینا تبدیل بشه به یک خیزش انقلابی عظیم، در واقع عظیمترین خیزش انقلابی در خود حیات 43 سالی جمهوری اسلامی. اونجا شعار جن جیان آزادی یا زن زندگی آزادی، که البته مثلا میگن تاریخچه‌اش به اون مقاومت زنان در رجاوا موقعی که شهر کوبانی در معاصری افراد داعش بود اونجا زاده شده، برخی اون رو از تزهای کتابهایی که عبدالله اوجلان رهبر فکری بخشی از نیروهای سیاسی چپ کرد در چهار کشور کردنشین به اصطلاح از اونجا میگن در اومده و فلان اینا. در رابطه من میخواستم نظر خودتون رو در رابطه با همین شعار که در کنار شعارهای دیگه مثل مرگ بر جمهوری اسلامی، زندان سیاسی آزادواری گردن، ناکار آزادی، مرگ بر ستمگر و غیره در طول این سه ماه و اندی شنیده شده، میخواستم نظر خودتون در مورد این شعار و اینکه متاسفانه در درون طیف اپوزیسیون هم راست و هم به اصطلاح تا در بخشهایی از چپ یه مخالفت هایی با این شعار صورت میگیره. البته همون اولش هم وقتی این شعار زاده شد بخشی از جامعه متاسفانه شروین هم به تأثیر از اون در اون ترانه معروفش برایش مثلا اومد مرد میهن آبادی هم اضافه کرد. دیدگاه شما رو در مورد این شعار و بحث‌های مربوط به اون میخواستم ببینم. ببینید خب سابقه این شعار بله برمیگرده به رجاوا و برمیگرده به جنبش زنان کرد، در اونجا داده شد ولی جهانی نشد، گسترش پیدا نکرد، در اونجا موند. البته در فیلمی هم که راجع به اون جنبش تهیه شد به اسم دختران آفتاب که خانم گلشیفته فراهانی بازی کرده، این شعار در اون فیلم هم داده میشه و به هر حال
در بخش زنها باز شروع میکنن همه با هم دیگه. ولی علت این که اولا این شعار به سرعت از طرف همگان در ایران پذیرفته میشه به نظر من چند علت داره. یک علتش این استش که خب این سابقه طولانی مبارزه است در ایران وجود داره، مسئله زن مطرحه. دوم این استش که این مسئله جرقه هست که زده میشه، مرگ ژینا امینی به این مسئله باعث این میشه که البته اینو از یاد نباید ببریم و باید قدردان اون دو خبرنگاری باشیم که ژینا رو در بیمارستان ملاقات میکنن و عکس اون رو در زمانی که در کما بوده منتشر میکنن در فضای مجازی و نشان داده میشه که این چند ساعت بعد از دستگیریش در حالی که آمده بوده برای دیدار برادرش، فقط در خیابان با برادرش هم بوده و عدم رعایت حجاب اسلامی از نظر اونها با اینکه روسری خودش هم داشته، اون رو دستگیر میکنن و اون چنان تحت شکنجه قرار میدن که از گوشش خون ریزی میکنه. یعنی اون عکس در حقیقت نشان دهنده این استش که این با ضربه مغزی و با شدت به هر حال شکنجه از بین رفته. من درست یک ماه قبل از این واقعه یک مصاحبه داشتم که خب فضا خیلی متفاوت بود. در آخر از من این سوال شدش که خب در نظر گرفتن همه این شرایط که الان ما درش قرار داریم آیا من ناامید هستم؟ من گفتم نه، من همیشه منتظر یک واقعه غیر منتظر در ایران هستم و واقعا همه این سالها بودم. یعنی شرایط ایران رو همیشه اونچنان میدیدم که فکر میکردم حتما یک اتفاق خواهد افتاد، نمیتونه همینطوری باقی بمونه. تا اونجایی که خبرها به ما میرسید و البته این از سال به خصوص 96, 98, 99 همه اینها به دنبال هم هست، به خصوص در مقاطع خیلی کوتاه‌تری جنبش های خیلی وسیع در ایران شکل میگیره، سرکوب میشه ولی تمام نمیشه، همیشه هم یه گام به جلو بوده. و از زمانی که به هر حال دختران خیابان انقلاب آمدن، خانم موحد آمد، ویدا موحد آمد، مسئله حجاب رو زنها پشت سر گذاشتن، خودشون حجاب رو باطل کردن، خودشون از حجاب گذشتن و مبارزه زنها هیچ وقت از روز اولم فقط به خاطر حجاب نبوده، بلکه به خاطر کل مسائل اجتماعی بوده، اما حجاب پاشنه آشیل این حکومت بوده و هست. خب این از این به این دلایل هستش که وقتی با این واقعه این جمله شکل میگیره و این شعار از طرف همگی پذیرفته میشه، از زن میگه که در تمام این دوران هست، حالا من توضیح میدم شعار از نظر خودم، زندگی رو مطرح میکنه که در این جمهوری اسلامی به هیچ وجه من الوجود با چیزی که مبارزه شده بیشتر از همه با یک زندگی و اون شانسش یه زندگی واقعی رو به آدم ها ندادن. یعنی واقعا فقط یه درصدی ها هستن که مشغول غارت اون مملکت هستن و نه تنها ثروتش بلکه طبیعتش بلکه همه امکانات دیگه‌اش و آلودگی های خیلی شدیدی که در اونجا در طبیعت به وجود اومده، امکانه برای تنفسی را هم از مردم گرفته و آزادی هم که از روز اول وجود نداشته. حالا من این تفسیر خودم رو بنابر نوشته هایم که در این یک ماه گذشته یا دو ماه گذشته از ایران هم دریافت کردم که زنان مبارزین در داخل ایران هم نظرشون رو راجع به این شعار دادن و مسائل خودشون مطرح کردن، نه تنها زنان. می‌بینیم ما در ایران می‌بینیم که در همه ملیت‌های ایران هر کجا که تظاهرات بلوچستان، کردستان، به هر حال لرستان، هر کجا خوزستان بوده از این شعار استفاده کردن. بنابراین شعاریه که از طرف همگان پذیرفته شده و این نشان دهنده واقعیتیه که در اون جامعه هست. پذیرش یک شعار اجتماعی هیچ وقت نمیتونه به تن، اصلا هیچ تبلیغی هم برای این شعار نشده، با کدوم امکان آدم ها تبلیغ میتونستن بکنن برای شعار؟ پس بنابراین معلومه که بیان کننده واقعیتی در اون جامعه هست. اما آنچه که من میفهمم از این شعار اینو توضیح میدم و درسته همینطور که شما هم گفتین بعضی ها این رو در مقابل شعار
به نظر من ارتجاعی مرد میهن آبادی گذاشتن. البته این شعار هم در ایران سابقه داره، این شعار شعار انتخاباتی یکی از این افراد بوده در دور گذشته انتخابات. بنابراین ما میبینیم که حالا حتی من در شهر برلین هم دیدم در اون تظاهرات بزرگ که آمده بودن یه دیم این شعار میدادن و فکر میکردن که مثلا دو کفه ترازو باید با هم برابر باشه، هم زنان باشن و هم مردان باشن. البته عده‌ای هم اصلا فکر نمی‌کنن این شعار ارتجاعی هست. من فکر می‌کنم هیچ کدوم به این معنی نیست که من بگم هر کس که این شعار رو داده این تفکر رو داده، بلکه شاید این مفهومش اونقدر روشن نیست، نه شعار زن زندگی آزادی باز شده و نه اینکه اون شعار راجبش صحبت شده. حالا من اونچه که میفهمم از شعار زن زندگی آزادی، فکر کنم در مورد زنانش یک مقداری صحبت شد و یه مقداری من گفتم که چه سابقه ای دارن و خواستهایی که زنان داشتن در تمام این سالها سرکوب شده. زنها خواستار امروز خواهان این هستن با این شعار که در کلیه سطوح اجتماعی از ام از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و چیزهای دیگه، به هر حال هر آنچه که میگم در کلی سطوح شرکت برابر داشته باشن و در مقابل کلی قوانین موجود، که این قوانین نه موجود جمهوری اسلامی بلکه قوانینی که در آینده میاد، اینها همش آینده نگری هست. این شعار به نظر من شعار امروز و آینده ایران خواهد بود، شعاری نیستش که فقط در یه دوره کوتاهی از اون صحبت بشه. به همین دلیل هستش که از طرف جامعه جهانی اینقدر پذیرفته میشه و خواهان این هستن که در قوانین مختلف که به وجود میاد زنها همواره شرکت برابر داشته باشن و همواره سهم برابر داشته باشن. بنابراین این میتونه از قانون اساسی باشه که به اعتقاد من در شکلگیری حکومت آینده 50% اون نویسندگان قانون اساسی همونطور 50% جمعیت رو تشکیل میدن زنان امیدوارم باشند و در قوانین مدنی، در قوانین به هر حال قضایی، در همه اینها شرکت داشته باشن و بتونن چیزی باشد که در اون برابری جنسیتی وجود داشته باشه. زنها بتونن حق انتخاب زندگی خودشون رو داشته باشن، حق آزادی های فردی خودشون رو داشته باشن. حالا اگه بخوایم تو جزئیاتش نمیخوام برم، آزادی پوشش. من یه سوال دارم از خب طبیعی مثل هر شعاری دیگری میتونه تفاسیر مختلفی ازش وجود داشته باشه. برخی مثلا حالا اون جناح راست و مردسالار و ناسیونالیست و عاشق وطن و میهن و مرد و این داستان هاست، خب اونا رو ما میذاریم کنار، خودتونم نقد کردید. بخشی البته من دیدم بخش کوچکی از چپ تحت عنوان تحلیل طبقاتی و اینکه این شعار رو باید رادیکال کرد یا شعارهای مکمل دیگری، اولا خود طرح هر شعاری به معنای این نیست که شما شعار دیگری رو ندید، مثلا مرگ بر جمهوری اسلامی گفته میشه، مرگ بر دیکتاتور گفته میشه، زندانی سیاسی آزاد و گردد گفته میشه، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر گفته میشه، نانکار آزادی گفته میشه، از کردستان تا جرفا قدرت به دست شورا گفته میشه. کسی منکر نیست که شعارهای دیگه داده میشه. مشکل شما با این شعار میگن این به اندازه کافی طبقاتی نیست، منظور چیه؟ بعدم مثلا میگن فره پهلوی هم اومده از این شعار دفاع کرده، گفتن که خب فره پهلوی باهاش مصاحبه کردن، ازش پرسیدن زن زندگی آزادی تعبیر چیه، گفت خب زن مشخصه، زندگی هم یعنی بچه بذار، آزادی هم که مشخصه، تفسیری نداره. یعنی از زاویه اینکه به اندازه کافی تلخ، شما میتونید مثلا من درکی که از زندگی دارم یعنی زندگی مبتنی بر رفاه، شادی، آزادی، آبادی، برابری و فلان، یعنی از این زاویه به اصطلاح طبقاتی میگن. حالا من الان به شما این سه کلمه رو که تعریف بکنم به شما خواهم گفتش که اتفاقا درک طبقاتی بسیار روشنی داره این شعار
بر مبنای اینکه حالا چی بخوان بفهمن آدم ها و به چه صورتی بخوان این رو ببینن باهاش هستن. ببینین زنان به هر حال خواهان این هستن که همطور که گفتم با آنها به طور برابر برخورد بشه، سهم برابر داشته باشن، به این معنی هستش که کلیه اقشار جامعه شامل زنان میشن. نیمی از جامعه زنان هستن، 45 50 درصد از جامعه هستن. این 50 درصد از جامعه در حال حاضر که هیچ شرکتی ندارن در هیچ چیزی در این سیستم حکومتی فعلی، ولی در بسیاری از جهان هم حتی اگر به طور رقم گذاشتن اون هم باز یه شرکت واقعی نیستش که زنان داشته باشن دارن. و به نظر من اون خواستهایی که این شعار مطرح میکنه، زمانی که در آینده امیدوارم در ایران آینده انقلابی که به پیروزی میرسه پیاده بشه، خواهیم دید که به هر حال تفاوت بسیار ماهوی داره. و این شعار، حالا این بخش زنانش، این زنی که ازش صحبت میکنیم زن بورژوا نیست، به اعتبار اینی که به ما گفتن، به ما گفته شد در سال 1980 که چون ما زنهای بورژوا هستیم داریم از حجاب مخالفت با حجاب میکنیم. میدونی این رو هم برخی از همون چپیه که امروز با این شعار مخالفه، اون تفکر منظورم افراد نیست، اون تفکر میتونه باشه. و به هر حال همونطور که در اون زمان گفتن این حجاب طبقاتی نیست، وقتی هم که یه کارگر رو دیدن که به دلیل حجابش رفته توی چرخ ماشین و کشته شده، اون وقت هم باز براشون طبقاتی نبود یا بود. به هر حال این حجاب مسئله نبود که فقط مسئله حالا این شامل بقیه چیزهای دیگه‌ش هم میشه. من نمیخوام پولومیک بکنم، ولی میخوام بگم که واقعیت این هستش که ما درکمون رو میباید از سطح به عمق ببریم در سطوح مختلف، به اون کسانی که به هر حال امروز هم به این شعارها این را میگیرم. ببینیم بعد میام میبینم که آیا مخالفت با ازدواج کودکان، یعنی با دختر 8 ساله 9 ساله، این یک شعار انقلابی هست یا نیست؟ باید بهش جواب بدن. اینی که با قتل ناموسی، مخالفت با قتل ناموسی یک شعار طبقاتی هست یا نیست؟ اینها اگر که ما از میخوایم برای طبقات محروم مبارزه کنیم و یه حکومتی داشته باشیم که از طبقات محروم رو به هر حال رسیدگی بکنه به اونها، شامل چه کسانی میشه؟ این سوال من از این افراد میکنم که با این شعار مخالفت میکنن. میام سر زندگی. زندگی که اتفاقا این نوشته خود زنان ایران هم هستش که اخیرا دوتا نوشته بیرون دادن، تعریف خیلی بیشتری از اون کردن که من درک خودم رو با برخی از نکات اونها با هم دیگه به هر حال اینجا سعی میکنم که باز کنم. از زندگی اونچه رو که تعریف میکنن، یک زندگی هستش که کرامت انسانی رو به هر حال رعایت بکنه، در شأن یک انسان باشه. زندگی به معنی یک چیز بیولوژیک نیست، این زندگی به معنی یک کیفیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رشد جامعه هستش. آدم ها فقط نمیخوان زنده باشن، مبارزه کردن تمام سوسیالیست های جهان برای بهتر شدن زندگی محرومان. اگر به این معتقد هستن، پس بنابراین زندگی برای این هستش که فرق نمیکنه برای من، تمام افراد جامعه باید در سطح خوبی زندگی بکنن، باید برخوردار باشن از بهداشت، برخوردار باشن از فرهنگ، برخوردار باشن از داشتن امکانات برابر در همه سطوح مختلف زندگیشون، و برخوردار باشن از یک زندگی انسانی شاد و خوشی که بتونن کودکان خودشون رو در چنین شرایطی پرورش بدن و بتونن انسانهای آزادی تربیت بکنن. آزادی بدون زندگی به هر حال با مفهوم امکان پذیر نیست. شما آزادی رو باید از کجا بیارین؟ در زمانی که جامعه این همه توش خفقان هست و حتی زندگی
بیولوژیک هم برای آدم ها خیلی سخت میشه، یعنی فقط سیر کردن شکمشون به این دلیل باید تنفروشی بکنن، اما از زن یا مرد گورخوابی میکنن، این چه زندگیه؟ برای از بین بردن همه اینها، اینها مسائل طبقاتی نیست، اینا همش هر کدومشو بخواین تو جزئیاتش برین مسئله طبقاتی هست. اون 1% میخواهیم 1% ها رو وادار بکنیم به اینکه قدرت رو رها بکنن و 99% ها باشن که به زندگی مرفهی برسن. ایران یا کل جهان، کل جهان ثروت فوق العاده زیادی در این به هر حال کره خاکی وجود داره، اما چرا این همه مردم محروم هستند از یک زندگی مرفه؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که به هر حال بخش کوچکی از جامعه جهانی اون میاریم به ایران پیاده میکنیم، در مورد ایران که الان مورد صحبت ماست، کنترل کننده تمام اقتصاد، درآمد، نه تنها از بخش صنعتی بلکه طبیعتش هم هستن. ببینین در ایران این حکومت طبیعت رو هم نابود کرده، جنگل ها رو هم همه رو تاراج کرده، همه رو فروخته و تمام دزدی و فساد در حد بسیار زیادی افشا شده در این سیستم. این شامل بسیاری از حکومت‌های جهان میشه، حالا در بعضی اشکال به اصطلاح ملایم‌تری داره، در بعضی سیستم‌های طبقاتی اندکی خشن‌تر هستش مثل ایران، و بدتر از اون از ایران هم می‌بینیم همون بغل دست اون افغانستان هست. تمام اون مملکت رو نابود کردن، همه چیزش رو فقط تریاک می‌کارن و دست همین مشتریانشون که هستن، تمام چیزهای بین المللی هستن، دلالهای بین المللی هستن، و چه کسی اون پول به دستش میرسه؟ طالبان. و به هر حال زندگی به این معنی. آزادی هم که در سطوح خیلی مختلف ما میخوایم چه آزادی فردی وجود داشته باشه، چه آزادی اجتماعی وجود داشته باشه، آزادی انتخاب زندگی وجود داشته باشه، آزادی انتخاب جنسیت وجود داشته باشه. انسان ها همشون زن و مرد اولا دنیا نمیان، هر کدوم گرایش های جنسیتی مختلفی در انسان ها وجود داشته و داره، و این انسان ها باید حق اینو داشته باشن که بتونن خودشون انتخاب بکنن نوع زندگیشون رو، با کی زندگی بکنن، کجا زندگی بکنن، چگونه زندگی بکنن. این شامل آزادی های اجتماعی میشه. آزادی اجتماعی، آزادی فرهنگی، آزادی اقتصادی، آزادی به هر حال هنری، آزادی ورزشی، و همه اینطور بگیریم بریم جلو. ما میخواییم جامعه داشته باشیم که بتونیم درش اگر دلمون میخواد یک شعری رو بگوییم و منتشر بکنیم که مخالف حکومت باشه، آزادی بیان داشته باشیم برای اینکه مخالفت خودمون رو با یک سری مسائل بحث عمومی بگذاریم. بنابراین ما علیه انحصار طلبی هستیم. آزادی به خاطر این هستش که بتونه در سطوح مختلف مانع از انحصار طلبی بشه، مانع از نژاد پرستی بشه. ما آزادی رو میخوایم به خاطر اینکه بتونیم ملیت های مختلف در ایران این آزادی داشته باشن، این زبان مادریشون رو تدریس بکنن، یاد بگیرن در مدارس، بتونن این آزادی رو داشته باشن که به زبان خودشون تکلم بکنن. و ما میخواییم که همه ملیت ها با هم دیگه مشارکت فعال داشته باشیم، همه با هم دیگه، و همه با هم دیگه بتونیم یک آینده ای رو بسازیم که درش انسان ها خودشون رو خوشبخت احساس بکنن. و انسان ها زمانی که این امکان براشون وجود داشته باشه که دخالت اجتماعی بکنن، اون وقت هستش که به شدت در به هر حال فعال هستن در جامعه. اونها سهم خیلی زیاد خودشون رو هر انسانی سعی میکنه که به بهترین شکلی به جامعهش ادا بکنه، به هر شکلی میتونه، هنرمند، نقاش، نویسنده است، معلم، یا هر آنچه که باشه. شما
شاید آقای عزیز، خیلی ممنون از توضیحات مفصلی که در مورد این شعار دادین، و البته در این زمینه آزادی، آزادی تشکل و مشارکت برابر در قدرت سیاسی هم مطرح هست. حالا در این 50% به هر حال در همه سطوح 50% جمعیت زنان هستن، مردان هستن، و این سهمیه 50% فکر میکنم همیشه باید راجبش صحبت کنیم. در این حال، در این فرصت کوتاهی که الان به پایان این گفتگوی ما مونده، من مایلم در مورد دو تا اصطلاح که به کار گرفته میشه در بطن همین انقلاب جاری، که الان من اسمشو میذارم انقلاب سوم، انقلاب مشروطه، انقلاب اول بود، انقلاب 57، انقلاب دومی، انقلاب سوم، که تو این میان پرده هم انواع اقسام جنبش ها و خیزش ها در طول 100 سال اخیر داشت، که سعی کرده این کاروان مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی و برابری رو به پیش بره. در این بطن این انقلاب جاری، مثلا برخی میگن انقلاب زنانه، نظرتون رو در این مورد میخواستم بدونم. یکی هم در مورد انقلاب فمینیستی، یعنی یکی از خصوصیات انقلاب رو انقلاب فمینیستی میدونن. یکی هم که اصلا میگن نه، این انقلابی اصلا انقلابی هست زنانه. برخی هم نه که از منظری که با حقوق برابر زن و مرد مخالفت، از اینکه اصلا هر انقلابی زنان و مردان توش مشارکت دارن، تو میتونی بگی خواستاش فمینیستی برجسته. مثلا تو انقلاب 57 اثری از خواستای فمینیستی تو خود انقلاب 56-57 فمینیستی و سکولاریستی نبود. مثلا سکولاریسم و فمینیسم دو پایه اساسی انقلاب چیه جاری، به خاطر اینکه با یه جمهوری اسلامی مبتنی بر مذهب و آپارتاید جنسیتی طرف هست. دیدگاه شما رو در مورد این دو تا نکته می‌خواستم. من قبل از اون به این مسئله باید اشاره بکنم، با اون اینکه به دنبال این تعریف کردیم، من فهم میکنم خیلی وظیفه همه مبارزین در ایران خودشون به هر حال بوده و هست که خواستای خودشون هم روز به روز بهتر بیان میکنن، و خب هر چقدر بیشتر این خواست ها بیان بشه، ماهیت این انقلاب هم روشن‌تر میشه. کما اینکه در شروع این چنان نبود، در شروع خیلی‌ها فکر میکردن که حالا میتونن به زودی باز سوار یک موجی بشن و یک کار شکل دیگه بکنن، ولی هر چقدر این مشخص‌تر بشه، در نتیجه امکان مصادره شدن این انقلاب هم خیلی کمتر خواهد بود و امکان بدفهمی از خواستام کمتر خواهد بود. بنابراین ما با یک چشم‌انداز این به هر حال خواهیم بود که وظیفه خودم میدونم که به هر حال از اونا دفاع بکنم و تجارب گذشته خودم رو در اختیار قرار بدم تا اونجایی که میتونم. و در این مورد سوال شما هم برمیگرده به این که ببینین، انقلاب یعنی یک دگرگونی واقعی در جامعه. این دگرگونی واقعی در حال حاضر، همونطور که توی زن زندگی آزادی تعریف کردیم، پس بنابراین یک دگرگونی پایه‌ای که این سیستم سرمایه‌داری پدر مرد سالار دین مدار رو دگرگون میکنه و به جای اون یک سیستم دموکراتیک به هر حال آزادی رو در جامعه بنا میگذاره که سکولاره. دین یک مسئله خصوصی میشه در اون چنین سیستمی، بنابر تعریف که از زندگی و آزادی میشه، و حق به اصطلاح انسانها آزادی وجدان دارن، هر جور دلشون میخواد میتونن فکر بکنن، میتونن زندگی خودشون انتخاب کنن، میتونن فعالیت اجتماعی خودشون رو سامان بدن، فعالیت اقتصادی و زندگی خودشون رو سامان بدن. خب در چنین شرایطی حالا این میشه یک انقلاب. چه اسمی این انقلاب داره؟ بر مبنای کسانی که درش شرکت میکنن، مسلماً اونها هستن که اولا این اسم رو میتونن انتخاب بکنن و اون محتواست که این اسم رو انتخاب میکنه. انقلاب بهمن خیلی سعی کردن بگن انقلاب مذهبی، ولی واقعا مذهبی نبود، به تاراج رفت و دزدیده شد اون انقلاب. میدونین جای بحثش نیست، ولی خواستهای انقلاب بهمن چون پاسخ داده نشده، همه این 43 سال همچنان ادامه داره. خواستهای اون انقلاب بیشتر از همه آزادی استقلال بود، اگر یادمون باشه. هیچ وقت زنا در روز اول گفتن ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، خواهان عقب گرد نداشتن و تا به امروز هم همین حرف در مقابلش ایستادن. پس بنابراین این که
در این طی این 43 سال زنها در بسیاری موارد پیشگام بودن و اسمش من انقلاب زنانه نمیفهمم، یعنی واقعا یک مفهوم نظری و تئوری که به دنبالش نیست. چون یعنی چی انقلاب زنانه؟ من نمیفهمم. اگه کسانی از این اسم برن اونها باید باز کنن منظورشون چیه. من گفتم من به نظر من انقلاب اون دگرگونی در جامعه هستش که باید اون رو هرچی بیشتر دقیق بکنیم برای اینکه به تاراج نره. اما فمینیسم بله، میخوام بگم که خواستهای این انقلاب خواستهایی که تا به حال بیان شده فمینیستی بوده، بخشن، نه همش، بخشن، و باید اینو دقیق تر بکنیم. فمینیست ها مخالف میلیتاریسم هستن، فمینیست ها مخالف سیستم سرکوب هستن. البته در این همه این شعارها یک نکته هم باید بگم، مخالفت شدید با اعدام انجام شده که بسیار دستاورد بسیار بزرگی در جامعه ایران، مخالفت همگانی. همین دیروز گویا بر سر مزار یکی از در روز تولد یکی از کسانی که به قتل رسیده در این سیستم جمهوری اسلامی در همین تظاهرات، سه خانواده شرکت کردند در کردستان و هر سه خانواده خواهان این بودن که تناب دار رو در اونجا آتش زدن و کبوتر آزاد کردن، به خاطر اینکه اینها مخالف اعدام هستن. بچه خودشون اعدام شده، بچه خودشون رو اینها اعدام کردن و کشتن، ولی مخالف اعدام هستن. ببین این رشد فرهنگی خیلی زیادی در جامعه ما و این امیدوارم که هرچی بیشتر دامن زده بشه. بنابراین ما برای زندگی، خب این یه خواست فمینیستیه. حالا میخوایم اینو اولین بار فمینیستا عنوان کردن، من نمیخوام بگم همیشه هم میتونه باشه، الان برای همگان شده. کسانی هم که این کار کردن شاید هیچ کدومشون هم فمینیست نباشن، خودشون هم ندونن، قرار نیستش که همه آدم ها، ولی جا افتاده. اینه که خواست های این انقلاب خواست های طبقاتیه، خواست های این که تا به حال عنوان شده خواست های فمینیستی هست، هر دوی اینها رو داشته و امیدوارم که اینها به اصطلاح عمق بیشتری هم پیدا بکنه در طی گفتمان هایی که انجام میشه. متاسفانه این ببینین این کشتار و این قتلی رو که یکی پس از دیگری جمهوری اسلامی در این تظاهرات در این اعتراض ها همواره داشته، در این دور هم داره، خشم خیلی زیادی رو بیشتر دامن زده، ترس ایجاد نکرده و این نشون دادن از یک مصمم بودن آدم هایی هستش که در این مبارزه شرکت دارن و خود اونها هستن که تعیین میکنن. به نظر من در آیندهم خیلی دقیق تر از بین خودشون، از بین همین شرکت کنندگان است که رهبری ایجاد میشه. مثلا بعضی هم میگن اصلا این انقلاب نیست چون که اصلا رهبری نداره. در یکی از بزرگترین جنبش های اجتماعی این قرن 21 که شکل گرفته، متفاوت با بسیار، تا اونجا که من میدونم و من میفهمم، من از همه چی اطلاع ندارم، و اون این استش که سابقه نداشته تا به حال که برای مدتی به این صورت و با صحبت هایی که میکنن و خواست هایی که مطرح میکنن به هیچ وجه یک قدرت سیاسی بالا سرش نیست. اما اینها نشان دادن میشه از یه نوعی که یک سری ارتباطاتی هم وجود داره در اون پایین. من امیدوارم با شکل‌گیری حالا اشکال خیلی مخفی و اینکه این خودش رو تحمیل خواهد کرد، شوراهایی که این سابقه داره، شوراها در دوره انقلاب 57 هم سابقه کوتاهی داره و شوراها در همه جا شکل گرفت برای اداره کردن. من که در دانشگاه بودم میدونم که در دانشگاه هم وجود داشت، در مدیریت دانشگاه تهران اول شورایی شد و بعد همون مسلمانان بودن که زیرش زدن و تغییر پیدا کرد. اما در دانشکده های مختلف همه جا شوراها بودن که شکل گرفتن برای اداره، در ادارات، در وزارتخانه ها، اینا رو نباید فراموش بکنیم. شوراها بودن که در سال 56 و 57 خیلی کارها انجام دادن، ولی خب اینها نتونستن کار خودشون رو به اتمام برسونن به خاطر اینکه به هر حال
بلافاصله خلعیت شد از همه اینها، ولی ما از اون تجربه استفاده میکنیم که بار دیگه این اتفاق نیفته. و خیلی خوشحال هستم که به هر حال هوشیاری در بین مبارزین در این دوره خیلی زیادتر از دوره ما هست و دانششون، فهمشون از مسائل، ارتباطات جهانیشون، اونا خواهان یک زندگی جهانی هستن، اونها خواهان اون مرزهای بسته نیستن، خواهان ناسیونالیسم نیستن. ببینید این مسئله خیلی مهمه. در بین این نوشته چیز، نوشته هایی که از یکی از این گروه های مختلف، چند گروه با هم دیگه یک مطلب داده بودن بیرون، خواندم که چقدر اینها مخالف ناسیونالیسم، مخالف تمرکز هستن. یعنی مرکز محوری رو محکوم میکنن برای اینکه تمام ملیت های مختلف که در ایران زندگی میکنن باید همه با هم مشارکت داشته باشن، همه چیز باید در همه جا همگون باشه. بنابراین ما میبینیم که رشد ذهنی خیلی امیدوارم گسترده تری رو دیده باشیم در آینده. خیلی ممنون از شما. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید، اطلاعات بسیار ارزشمندی رو در اختیار بینندگان ما قرار دادید. به امید پیروزی این انقلاب دیگه، یعنی جزئی پیروزی انقلاب. من الان فرصت نشد، من واقعا چند تا از شعارهای گذشته زنانم انتخاب کرده بودم که بخواستم بگم واقعا این شعارها اصلا چیز ناگهانی نیست که حالا اومده. این شعارها رو ما میبینیم در جاهای مختلف، در سالهای مختلف همه جا داده شده و به هر حال خیلی درسته. امیدواریم که همه چی به خوبی پیش بره. پیش بره. مرسی. خیلی ممنون از شما. برای شما در سال میلادی جدیدم آرزوی بهترین ها رو دارم، هم برای شما هم برای مردم و زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری طلب ایران و سراسر جهان. به هر حال سالی که گذشت، سالی که گذشت، نظام سرمایه‌داری نشون داد که یک بار دیگه که نمیتونه این مشکلات بشریت رو حل بکنه، خودش بخشی از مشکل این سیاره زمین هم که با شتاب به سوی انقراض داره پیش میره. برای خیلی ممنون. امیدواریم که سیستم سرمایه‌داری نه تنها از بین بره، بلکه به هر حال میلیتاریسم قبل از اون از بین بره.